انسان کامل، نوشته عزیزالدین نصفی، تهیه شده در هستی عریان. رساله پنجم، قسمت دهم، در بیان تربیت. بدان که صیاد پادشاه چون باز صید کند، اول چشم باز بدوزد و بند بر پایش نهد و روزهاش گرسنه و تشنه و شبهاش بیدار دارد تا نفس باز شکسته شود و قوت حیوانی و سبایی وی کمتر گردد و با صیاد انس و آرام گیرد. چون با صیاد انس و آرام گرفت، آنگاهش صیاد صید کردن بیاموزد و چون صید کردن آموخت، آنگاهش به حضرت پادشاه برد تا قرب پادشاه بیابد و بر دست پادشاه نشیند. معلوم شد که غرض صیاد از چشم دوختن و بند بر پای نهادن، گرسنه و تشنه و بیدار داشتن باز نبود. غرض آن بود که تا باز چنان شود که صیاد صید کردن به وی تواند آموخت. و دیگر معلوم شد که غرض صیاد آموختن باز هم نبود. غرض صیاد صید کردن بود تا به واسطه صید کردن به قرب پادشاه رسد. چون این هادی اول سالک را صید کند، چون صید کرد چشمش بدوزد یعنی به خانه تاریک و زبانش ببندد یعنی به خلوت و عزلت. روزهاش گرسنه و تشنه دارد و شبهاش بیدار دارد تا نفس سالک شکسته شود و قوت حیوانی و سبائی و شیطانی وی کمتر گردد. آنگاهش هادی صید کردن بیاموزد و صید سالک علم و معرفت و محبت و مشاهده و معاینه است. و چون صید کردن آموخت، به حضرت پادشاه رسید، قرب پادشاه یافت. چون به قرب پادشاه رسید، رستگار شد و از اهل نجات گشت. والحمدلله رب العالمین. تمام شد رساله پنجم. روابط عمومی هستی عریان.